نبود دیگه، من همینم، من بهتر از این نیستم. من بارها شنیدم از عزیزانی که مسیح ایمان آوردن، میگن برادر ببین من همینم، خدا منو همینجوری دوست داره. آمین که خدا تو رو دوست داره، ولی اینجوری نمیخواد تو باشی. خدا گناه تو رو دوست نداره. تقدیس کن، تنبلیت نسبت به کلام خدا رو تقدیس کن، تنبلیت نسبت به خدمت رو تقدیس کن در حضور خدا، تنبلیت نسبت به اینکه در حضورش باشی رو تقدیس کن. اگر ترسی در دلت هست، این ترس ها اجازه نمیده تو رشد خوبی داشته باشی، تقدیس کن، ببر در حضور خدا. ترست به خاطر موقعیت مالیته، ترست به خاطر تنهاییته، ترست به خاطر تمام موقعیت هایی هست که توی زندگیت ایجاد شده، خودتو تقدیس کن. پس ما نیاز داریم که تقدیس تازه بشیم و این تقدیس رو در حضور خداوند بتونیم پیوسته نیز داشته باشیم. باز در اول پتروس 1:2 اعلام میکنه خدای پدر مطابق اراده خود شما را از ازل برگزیده. روی عبث نیومدیم، روی شانس نیومدیم، روی هوس هم نیومدیم، بلکه خداوند ما را برگزیده. خدای پدر مطابق اراده خود شما را از ازل برگزیده و شما به وسیله روح القدس، روح خدا تقدیس شده اید تا از عیسی مسیح اطاعت کنید، وفادار باشیم بهش و خون او ریخته شد تا شما پاک باشید. اگر من به فکر خودم نباشم نسبت به روانم و روح خودم، چه انتظاری دارم که خدا تحمیل کنه پاکی رو به من؟ پس نگاه کن، هفته ای که در پیش داری میخوای در دعا و روزه باشی، لطفاً زندگی تو تقدیس کن، رفتار تو تقدیس کن، فکر تو تقدیس کن، سخنان تو تقدیس کن، حرفات تو تقدیس کن، تمام موقعیت یه نگاه تازه‌ای بکن. مطمئن باش دیوارهایی که امروز مانع رشد تو هست ریخته خواهد شد با فیض خداوند. چون این کارو شما به تنهایی انجام ندید، شما این کارو با دانش و بینش و کنش خود انجام نمیدید. آنچه که داری انجام میدی به قوت روح القدس هستش که برای شما آشکار میشه. بله.